اما بعد بندگی، زهد، اخلاق، اینم یه بعد شخصیت امام صادقه. بعد ولایتی حضرت صادق سلام الله علیه که این بعد متاسفانه مورد غفلت واقع شد. امام ولی الله هست، خلیفت الله هست، حجت خداست، به اذن خدا میتواند تصرف بکند در کون. هم این مطلب در روایات ماست، هم در زیارات ماست. و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، و هم در این زیارت جامعه کبیره شما ملاحظه می‌فرمایید مقام ولایتی امام اینطوره. لیکن برخی سوال میکنن خب چرا حضرت از این مقام ولایت استفاده نکرد؟ استفاده از مقام ولایت بستگی داشت به مشیت حضرت حق، چون خودشون فرمودن نحن اوئیت و مشیت الله. اما یه جاهایی چرا؟ یه جاهایی حضرت استفاده کرد. این معلم خنیس شاگرد امام صادق علیه السلام، مولای حضرت داوود ابن علی امیر مدینه، امام صادق علیه السلام در مدینه نبود، فرستاد معلم خنیس آوردن، گفت اسامی شیعه رو بایستی بدی، گفت نمیدم. رازدار بودن اصحاب ائمه، گفت نمیدم. تهدیدش کرد به قتل، گفت میکشمت، گفت من حاضرم. آماده شد برای کشتن، داری نصب شد، مردم تو مدینه جمع شدن. وقتی معلم خنیس آوردن برای اعدام، حلقه آویزش کنن به اصطلاح، گفت من یه وصیتی دارم، میخوام رسما به مردم اعلام کنم. آمد برابر مردم ایستاد، گفت تمام اموال من و ما ترک من مربوط به امام صادق علیه السلام میشه. این رو گفت، امورش رو به حضرت صادق واگذار کرد، ایشون رو به قتل رسوندن، اعدامش کرد. حضرت صادق برگشتن از مسافرت، داوود ابن علی رو خواستن، امیر مدینه رو، فرمودن چرا مولای من رو کشتی؟ گفت آقا ما اسامی رو میخواستیم، ایشون در اختیار ما نگذاشت، لذا او رو به قتل رسوندیم. فرمودن کشتی او رو؟ گفت بله آقا. فرمود نفرینت میکنم، چرا او رو کشتی؟ جرم او این بود که اخبار رو در اختیار تو نگذاشته بود. ناراحت شد امیر مدینه، حضرت برگشتن منزل، او هم از این ماجرا بسیار خشمالود شده بود. شب، نصف شب، اینو میخوام عرض بکنم که ببینید مقام ولایت رو، فرستاد 5 تا مأمور رو در خانه حضرت، گفت بروید جعفر ابن محمد رو بیاورید. گفتن اگر نیامد چه کنیم؟ گفت سرش رو جدا کنید بیارید. 5 تا مأمور آمدن در خانه حضرت، در زدن، حضرت آمد پشت در، فرمودن چیه؟ گفتن عجب الامیر، امیر رو اجابت کن. فرمود نمیام. اگر نیام چه میکنید؟ گفتن امرنا به امر، ما به یک مأموریت دیگری مأمور هستیم. در لفافه گفتن ما مأموریم شما رو به قتل برسونیم. حضرت یه تأملی کردن، فرمودن برگردید. گفتن آقا بر نمیگردیم، بر نمیگردیم جز با انجام اون مأموریت. فرمود برگردید، تمام شد کار امیر. گفتن آقا الان ما رو فرستاد. فرمود تمام شد کار امیر. برگشتن دیدن تو بستر از بین رفته و هلاک شده. این مقام ولایت امام صادق علیه السلام. ائمه ما دارای این ولایت بودن، منتها اعمال این ولایت منوط بود به این که خدای متعال بخواهد یا نه. نحن اوئیت و مشیت الله. مگر امام حسین سلام الله علیه
روز عاشورا نصر برش نازل نشد، نزل النصر علی الحسین. خود حضرت صادق میفرماید روز عاشورا نصرت بر امام حسین نازل شد، حتی رفرف فوق رأسه ثم خیر بین النصر واللقاء فاختار لقاء الله. چرا لقاء خدا رو اختیار کرد؟ چون امام حسین رو خدا میخواست شهید بشه. ان الله شاء ان یراک قتیلا. این ولایت رو دارن معصومین ما. ما امام رو این گونه میبینیم و به این امام دارای این اقتدار معتقد هستیم. هم دارای مقام ولایت است، به اذن الله تصرف در کون میکند، و هم عالم به احکام هست، هم مطلع است از آینده. اینها رو میدونه امام. حالا موارد خیلی زیاده، فرصتم کوتاهه، من در قسمت اول به همین مقدار اکتفا میکنم. یه جمله ای رو خدمت عزیزان و سروران روحانی هم در این مدرسه فیضی عرض کنم. این روایت خیلی روایت زیبایی بود، من عرض کردم در آغاز عرایزم. امام صادق امروز از ما چی میخواد؟ ما بایستی سبقه امام صادق رو به خود بگیریم. فرمود انما شیعت و جعفر، شیعت و جعفر تو روایات فراوان این معنا به چشم میخوره. شیعه جعفر دارای این ویژگی هاست. امروز از ما خواستن احسن النظر فی ما لا یسعکم جهله. اون دانشی که لا یسعکم جهله لازمه ما یاد بگیریم، بایستی یاد بگیریم. وظیفه ما یادگیریست و بعد از یادگیری زکات العلم نشره، اون چه که آموختیم به دیگران منتقل کنیم. این وظیفه مهم، این امام صادق میخواد، این امام زمان روحی له الفدا امروز از ما میخواهد اخذ کنیم و به دیگران منتقل کنیم. اجمالا این تلیعه حدیث بود، بقیه حدیث رو من نمیخوانم.